خیز کرمانشاه دیار پهلوانان. حالا ببینیم که معصومی امیرزا معصومی کاشگیر که تازه به مقطع سنی جوان اومده در مقابل مردی با کولی بار از مدال و تجربه یدالله محبی چه خواهد کرد. داور وسط آقا نیما صادقی، داور اهل نور مازندران، چه داور المپیکی محسن ایشون و داوری که کمک مدرس اتحادیه جهانی کشتی چه سنگین وزن هست و طبیعتا سبک و سیاقش با کشتی آزاد تفاوت های زیادی داره. ببینید که چه خواهد کرد. امیررضا معصومی با سرشاخ میزنه زیر کتفان حریف خودش. معصومی جسور و بیباک است، تحت تاثیر نام یدالله محبی قرار نگرفته، نشون داد از شروع کارش که او اومده تا اینکه بتونه شاید محبی رو ببره. محبی هم با تجربه، پرقدرت، نیرومند، با پاهی محکم و قرص مثل همه کرمانشاهیا که در دنیای کشتی به نام پاورسکه معروف هستن کرمانشاهیا. اموهاش هم که دیگه حسن و حسین محبی نایب قهرمان به مدال برنز جهان رو دارن و ببینیم چه خواهد کرد. یدالله محبی در مقابل این جوان جسور و بیباک، تازه اختار برای باند آبی، برای معصومی، فرزند فردین معصومی، حالا فرزند جوانش اومده در آوردگاه بزرگی همچون انتخابی تیم ملی در مقابل بزرگانی قرار. هر کشتی برنده بشه با امیرزا زاره قهرمان جهان و نفر سوم المپیک کشتی خواهد گرفت. در سرشاخ روی دستانمده کار میکنن حسن یزدانی با دو عریضا کریمی کشتی بگیره، کامران قاسمپور هم بایسته با فیروزپور مبارزه کنه. همه کشتی ها جذاب و دیدنی است. بعد از این کشتی هم کشتی کشورمون یوسفی، علی اکبر یوسفی با امین میرزازاده کشتی خواهد گرفت. همه کشتی ها جذاب و دیدنی است. از چند فیلتر رد شدن تا اینکه تونستن به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برسن. اما در کشتی فرنگی فقط یک کشتی فرنگی انتخابی داریم، بقیه اوزان رو دیگر تورنمنت آقای بنا ترجیح دادی که کشتی بگیرن. کار مثبتی انجام نمیدن دو کشتی گیر، همدیگر محک میزنن. اختار سیستانیه پنسانش باقی مونده که این پنسانی هم به اتمام میرسه و یک امتیاز برای یدالله محبی در نظر گرفته میشه. کشتی یک بر صفر. مگه معصومی میزنه زیر کتفان محبی تا اینکه بتونه گارد رو باز کنه. یه فتح پا به سبک پدرش زیر کتفان میزدن، فتح بسیار خوب اجرا میکرد فردین معصومی، پدر امیررضا معصومی. حالا ببینیم که چه خواهد کرد. معصومی دستاش خوب کار میکنه، خوب قوسی میکنه. در اردوی که در مشهد بود دی نظر آقای محسن کاوه و دیگر مربیان بسیار تمریناتش عالی بود و سرحال بود. حالا باز هم دستاش کار میکنه و سعی میکنه پای علی بعد دادن خارج کنه. داور رو کشتی رو به بیرون از تجک برداب میکنه. آقای نیما صادقی هم به بیرون از تجک، اما آماده بود آقای نیما صادقی خوشبختانه و بلافاصله فرودش خوب و عالی بود. باز هم در سرشاخ میزن زیر کتفان حریف خودش که پای حریف رو خارج کنه. یک بار دیگه به سبک حسن یزدانی پای محبی رو صدر رو خارج کنه، کار انجام میده که ببینیم که وقت سیستانی به اتمام رسید. همون لحظه در جایی که میومد پای محبی رو توش خارج کنه دیدیم که چگونه بله وقت به اتمام رسید. میرن نزد مربیان خودشون، مربیان کرمانشاه و مربیان مربی گیلان صحبت میکنن. آقا داوود رخش خورشید نکات لازم میگه و به اون میگه که به مربی میگه چگونه کار دنبال کنه. در طرف دیگه هم مربی گیلان کشتی خودش راهنمایی میکنه و نکات لازم به او تذکر میده. آقای پشمان درستکار و احسان امینی مربی که اهل اسلام آباد غرب هست، کرمانشاه، بالاخره استانش کرمانشاه، حالا اسلام آباد غرب در 100 کیلومتری شهر کرمانشاه است، اما استانش کرمانشاه است. کشتی استان خودشو کاملا زیر نظر داره. کشتی هاش آقای پژمان درستکار به همچنین آقای علیزا دبیر، آقای قرامزو محمدی مربی سابق، سرمربی سابق تیم ملی به سالون اومدن، در کنار همدیگه قرار گرفتن و یه خوشو بشن با هم کردن. دوستی باید بمونه، دلیل نمیشه سرمربی وقتی میره دیگه از دنیا کشتی قهر کنه. مقدم همه بزرگان کشتی رو در سالون گرامی میداره. میپرسیم به ادامه کار مقدم مردم پرشور و علاقمند رو، عاشقان راستین کشتی رو. سالون مملو از تماشاگر هست، جای همه شما از این خالی است. میپرسیم به ادامه کار. باز هم سعی میکنه که یدالله محبی حالا پای حریف خودش از خارج کنه. همون سبزه حالا درگیری از
معصومه یا زیرگیره جذاب و دیدنی و موفق میشه پای ماهبی را از خارج کنه، امتیاز میگیره این جوان که 17 سال سن داره، تازه به مقطع سنی جوانان اومده، قهرمان نوجوانان جهان شد. حالا ببینیم که چه خواهد کرد، باز هم جسورانه و بیباک کار میکنه، ببینیم که آیا میتونه شگفتی ساز باشه. حالا محبی سعی میکنه پای رو باید بزن خارج کنه، از همونجا زرد زیرگیری کنه، ما یک بار دیگه حالا موفق میشه پای رو خودش معصومیت جد خارج کنه، یک امتیازی که میگیره از طریق خودش. معصومی داره تا این لحظه خوب مبارزه میکنه، فکورانه جانانه حساب شده دقیق کار میکنه، به نمار کار کردن دستا باز هم سعی میکنه که هنرمندانه کار میکنه دستاش. این نوجوانی که تازه به جوانان اومده، یدالله محبی هم کشتیگیر بزرگی است، در مسابقات فرانسه ملی پوش کشور مود، در قزاقستان پنجم شد و مفاش و سمیه المپیک بیره، قهرمان آسیا شده و در قرمیم که چه خواهد کرد در مقابل این جوان جویای نام با انگیزه. حالا میزنه زیر کتف به خودش و سعی میکنه پای رو بده خارج کنه که یک امتیاز. حالا دو کشتیگیر به بیرون پرتاب میشن، به بیرون پرتاب میشن و وقتی داور سود میزنه دیگه باید رها کنن، داور سود میزنه باید رها کنه که حالا آقای حاج قاسم عسکری هم سرپرست مسابقات میاد او رو سعی میکنه بلند کنه از جای خودش، مثل اینکه عدنانی زانو دو سال احساس ناراحتی کرد. چیز مهمی نیست، اگه خانواده محترمش آقا فردین مادر بزرگوارش کشتی رو تماشا میکنه چیز اصلا مهمی نیست، طبیعیه در کشتی. خیلی وقتا در مسابقات مختلف کشتی رو از روی رینگ پرتاب میشن به بیرون. این هم آقای پژمان درست کار، آقای احسان امینی، آقای علی محمدی، آقای محمد بنا، اعضای کمیته فنی آزاد و فرنگی نظارگر کشتی ها هستند. نتیجه کاشی سه بر دو میشه، یک امتیاز برای یدالله محبی در نظر گرفته میشه. یدالله محبی حالا تلاش میکنه با همون سبک پای حریف خودش از جوجه خارج کنه، اجازه کارو به اون نمیده امیررضا معصومی، دلاور از خطه گیلان باز هم قوسی میکنه، قوساش هنرمندانه هست، تکون میده حریفو و نشون میده که کار شده روی این قسمت. حالا باز هم محبی سعی میکنه حریف از جوجه خارج کنه با یه چپکش، سعی میکنه کارو خونسا کنه، معصومی امیرزا معصومی با یه چرخش و داور وسط میگه که دفاع نکنی اختار خواهن گرفت. آقای نیما صادقی حالا باز هم میزنه زیر کتف نره به خودش و اینجا پای رو باید خارج میکنه، یک امتیاز و یک اختار و امتیاز. حالا ببینید چه رأی رو خواهن داد، یک امتیاز میدن، یک اختار امتیاز هم میدن، یک امتیاز برای اینکه پاش تو شد خارج شده و آقا ببینید که تایید میشه یا نه. فعلا تابلو اون اختار دیگه برای اعتراض میکنه، مربی گیلان اعتراض میکنه، فیلمات بازبینی میشه توسط آقای مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران کشور، آقای بشیری زاده داور خوزستانی و آقای سالار آقا ولی که البته اسم شناسنامیشون مهدی هست، داور که صفادشت شهریار حسن و دیگه اینم مربی زحمتکش گیلان و با استرس بالای کشتی رو دنبال میکنه. 4-3 بود، خوب شروع کرد. اینجا ببینیم یه تندر زد و اتوشن خارج شد، ببینیم چه رأی رو خواهند داد. اون اختار آخری نداد چون فرار نکرد، فن زد. مربیان معصومی و محبی از کنار تو شک نکات لازم تذکر میدن به کشتیگیران خودشون و به اونا میگن که چگونه کار رو دنبال کنن. اعضای هیئت جوری آقای مصلایی پور، آقای سالار آقا ولی و آقای بشیری زاده فیلمو بازبینی میکنم، مشاهده میکنید. نفر وسط آقای مصلایی پور است که مدرس اتحادیه جهانی هم شدن، اهل یزد هستن و رشد بسیار خوبی داشت آقای مصلایی پور، داور جوان یزدی ما. و باز هم فیلم بازبینی میشه، خیلی حساس بود. این هم اعضای کمیته فنی، آقای پژمان درست کار، آقای احسان امینی، آقای علی محمدی و آقای محمد بنا تشکر میکنیم از کارگردان محترم برنامه تا زوایای مختلف کشتی رو برای شما و ما به نمایش میذارم. به جز تشک ببینید در تشک و حالا زمانی که مناسب بود در قسمت تماشاگران نور نیست که تماشاگران رو شما مشاهده کنید که سالن مملو هستم، رو پلام تماشاگران نشستن. کشتی یه میراث فرهنگیه، فقط ساختمان و بنا میراث فرهنگی نیست،
کشتی هم یه میراث فرهنگی که از اجداد ما به ارث ورزش وارداتی نیست. این هم آقای علیزاد دبیر. آقای علیزاد دبیر با هم فیلم باسم زیر نظر دارم ببینیم که بله اعتراض مورد قبول واقع میشه. اعتراض مورد قبول واقع میشه. فن زد. ببینید اینجا با فن حریف واتوش خارج کرد. بله فن واقعا فن زد و یک امتیاز را به معصومی میدن. اون یه امتیازی که برای محبی در نظر گرفتن و یه اختاری که دادن اون خونسا شد، یک امتیاز به معصومی دادن شده که فن زد. کشید 4-2 میشه به نفع امیرضا معصومی در حالی که 37 سنه وقت باقی مونده. ببینید که محبی چه خواهد کرد. 4-2 به نفع امیرضا معصومی، کشتیگیر جوان. حالا یک بار دیگه به سبک پدرش به پل میزنه به خودش. 4 امتیاز دقیقاً فن پدرش شد. یه فت پای زیبا همراه با تندر و 4 امتیازی گرفت. این 4 امتیاز نشون داد که دیگه توانمندی بالایی داره. 4 امتیاز یه 4 امتیاز تکنیکی جسورانه بی باک و ما رو یار فردین معصومی انداخت که در میادین بزرگ دنیا به مردان بزرگ همین فن رو بارها زده. حالا به فرزند خودش آموزش داده فردین معصومی در کنار مربیان و دیدیم که چگونه حالا حرکت و اثر اگر همکارانم کارگردان محترم برنامه محبت کنن این 4 امتیازی رو برنامه ها و به شما به نمایش بذارن میتونه بسیار ارزشمند باشه تا هنر این کشتیگیر جوان رو ببینیم، بیشتر پی ببریم به هنر کشتی ایرانی، فنون ناب ایرانی. بله با هم میبینیم تشکر میکنن اینجا ببینیم این شکل و این شکل موفق شد یه فتح پا داخل و به پل بزن از بالا و 4 امتیاز بگیر از یه زاویه دیگه. یک بار دیگه ببینیم به این شکل دقیقاً فن پدرش اجرا کرد. بارها و بارها فردین مسئولی دیدیم که در میدان بزرگ این فن رو زده. حالا یه 4 امتیازی میگیره، کاشی را 8-2 میکنه. 8-2 به نفع حادثه ساز مسابقات میشه امیررضا معصومی و کشتیگیرش با امیررضا زاره قهرمان جام و نفر سوم المپیک کشتی بگیره. در انجام 7 ثانیه وقت باقی مونده. از همین لحظه یدالله محبی، این هم آقای آقاولی، آقای قرمزان محمدی، آقای محمد آقایی و آقای قرمزان محمدی رو مشرف فرمودید که در جایگاه حضور دارن. مقدم آقای قرمزان محمدی رو گرامی می‌داریم و وقت به اتمام میرسه و آقای نیما صادقی پیروزی رو اعلام می‌کنه.